سلام به دوستان عزیز، امروز میخوایم در مورد مصرف بوپروپیون برای ترک سیگار یک مقدار صحبت بکنیم. یه سری سوالاتی هست که مدام در موردش پرسیده میشه. یکی اینکه بالاخره دوز صحیح مصرف بوپروپیون برای ترک سیگار به چه شکل؟ به این صورته که حدود حالا تقریبا 10 روز قبل از ترک سیگار بوپروپیون باید با دوز 150 میلی گرم یک بار در روز شروع بشه، یعنی همون فرم اکستندد ریلیز 150 میلی گرم. بعد از 3 روز افزایشش میدیم به 150 میلی گرم دو بار در روز و اون دوز رو ادامه میدیم. اگر احیانا کسی نتونه دوز 150 میلی گرم دو بار در روز رو تحمل بکنه، میتونه کمش کنه مجددا به همون 150 میلی گرم یک بار در روز، ولی دوز صحیحش 150 میلی گرم دو بار در روزه. خب گفتیم که سیگار حدود 10 روز باید اوورلپ داشته باشه با مصرف بوپروپیون و بعدش قطع بشه. این قطع ترجیح بر اینه که یک دفعه انجام بشه، ولی گاهی اوقات یک روش آلترناتیوی هم وجود داره که میگه 50% حالا اون میزان سیگاری که استفاده میشد، تعداد نخ سیگار در روزی که استفاده میشده، طی 4 هفته برسه به 50%، بعد از اون طی 8 هفته مجدداً 50%ش کم بشه و در هفته 12 قطع بشه. یعنی امکان قطع تدریجی سیگار هم با این روشی که گفتم وجود داره، ولی ترجیح بر اینه که یک دفعه قطع بشه. ادورس ایونت‌هاش چیه بوپروپیون؟ خب بوپروپیون یک محرک مغزی هست، میتونه منجر به بیخوابی بشه و از طرفی میدونیم در کسایی که سابقه سیجر یا تشنج دارن منع مصرف داره، یه سری اختلالات نوروسایکیاتریک میتونه بده. حالا ادوانتیجاش چیه؟ ادوانتیجاش اینه که برای ترک سیگار یک عامل خوراکی هست، قیمتش هم نسبتاً خوب هست، در دسترس هست. و یک ادوانتیج مهم دیگه که داره، خیلی ها این کانسرن رو دارن که وقتی سیگار رو ترک میکنن افزایش وزن پیدا میکنن و این افزایش وزنه براشون خوشایند نیست. بوپروپیون میتونه از این اتفاق جلوگیری بکنه، یعنی اون افزایش وزنی که به واسطه ترک سیگار محتمل هست بوپروپیون جلوش رو میگیره و از این جهت مورد مقبولیت خیلی ها هست. امیدوارم که استفاده کرده باشین. خسته نباشین.